همگی گایز به چنل پوریا بوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. و دوباره فرشاد سایلنت خوبی. میشه تاریخچه اینو توضیح بدی؟ تو رو خدا. اول سلام میکنم به همه پوتکرهای عزیز. آقا تاریخچه این من و آریا تو جی تی ای رول پلی بودیم. چون که می‌خواستیم دافولی بازی کنیم. مثلا دختر که می‌دیدیم گفتیم خوبی. یه حرکت دستم باش اومد دیگه. خوبی. خب گایز می‌خوام بازی امروز رو براتون توضیح بدم. من سه تا جمله میگم که تو زندگی میگم اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد. ولی یه دونش دروغه. فرشو تو باید حدس بزنی دروغه کدومه. اگه به اشتباه درست رو بگی باختی. سه تا میگم که دو تاش درسته یکیش غلطه. آخرش Two truth one lie. یه جریمه کاتوکولوف قراره بشه. مجازاتو آخر کار میگی؟ دقیقاً آخر کار. اوکی برو بریم. بچه‌ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. همین الانم هم یه ویدیو تو چنل فرشاده. آره دقیقاً. چه ویدیویی؟ لینکش این پایین است. همه جا از تاش است، تو کارت است، اون تاغ است، اندسکریز تو کامنت آره همه جاست. همین رو می‌خوایم. این ویدیو رو ببینید. اول تو میگی یا من؟ اول من میگم. اول تو بگی. امروز صبح تو ماشین دوستم گوزیدم. این که میدونم درست. بازه تموم شد. امروز صبح دوستم منو از ماشینش 2 دقیقه انداخت بیرون. اینجا ردگم کنی داره. این سوال رو ببین. خب. و شماره 3. امروز صبح اصلا بیرون نرفتم. وای. اگه گوزیده باشم پس دوستم منو انداخته بیرون. ولی شاید هم نه، شاید دوستم رفته یه جایی گفته برو اونجا مثلا کافی بخر از این چیزا. ببین خب اینجا سوال باگ داره و من از این سوء استفاده میکنم. نمیشه که هم دوست تو رو هم ماشین انداخته باشه بیرون، هم از خونه نرفته باشی بیرون. نمیشه که هم تو ماشین دوستت گوزیده باشی هم از خونه نرفته باشی بیرون. پس از خونه نرفتی بیرون دروغه. Let's go سلطان هوش. سلطان حافظه. چقدر قشنگ. پس در نتیجه تو ماشین گوزیدم. هم گوزیدی هم انداختت بیرون. بچه ها این واسه خنده از دروغی میشه. اسنکس سوال اول خوبی؟ نه اوکی. من تا حالا تو ماشین رابطه نداشتم. که داشتی؟ خب من به بیشتر از 4 کشور دنیا سفر کردم. ایرانم حساب میشه؟ چی؟ ایرانم حساب میشه؟ نه دیگه زادگاهت حساب. من خاله ندارم. ولی فکر نکنم تو از اون آدم باشی تو ماشین کاری کنی، مگر اینکه تو ایران شیطونی کرده باشی. حالا وایسا. بعد به 4 کشورم سفر، ترکیه و سوئد و چند تا جا. آره 4 تا رو 100% سفر کردی. آخری چی بود؟ من خاله ندارم. تو خاله داری؟ دروغ میگی. باری کلا آفر باری کلا پوتای آفر. خوبی؟ خوبی. دوبت موه دیروز زدم. آقا همش داری گوزو زدن. اوکی. امروز صبح مسواک نزدم. خب امروز ناهار نخوردم. چه سوالای تو خیلی باگ داره پوریا پوتک. چرا؟ بیدار شدی برق نداشتی، وقت نکردی مسواکی رو بزنی، تا برق اومده سری دویدی ویدیو رکورد کردی، وقت نکردی ناهار بخوری. این نامردیه به خاطر اینکه تو میدونستی من امروز برق ندارم. نه اون دیروز زدی هم برمیگرده به مثلا الان همه میدونن تو وضعیت تحول چطوری. چرا؟ گوز رفت تو شقیقه مسواک و زدن و ناهار. من امروز ناهار قرمه سبزی خوردم، این اول. دیروز ناهار چیکن برگر خوردم، گوشنم شد. پس فردا اسباب کشی دارم. یه گوزو رب میدی به شقیقه، منم رب دیدم. اطلاعاتی که ما داریم تو پس فردا اسباب کشی داری. سو استف خیلی اون وسطیه رو دروغ گفتی، چون احتمالاً صبح رفتی خونه خانواده یه قرمه سبزی توپل هم زدی زور. چیکن رو نخوردی دیروز. دونو دروغ گفتی. جواب آخرته؟ نه، قرمه سبزی رو نخوردی امروز. این دروغه. جواب آخرته؟ فردا اسباب کشی داری، نه پس فردا. جواب شماره 1 رو میگیرم با 1,000,000 جواب شماره 2 رو بده. آقا واسه جواب آخر. جواب آخر بگو. جواب آخرم قرمه سبزی امروز نخوردی. باریکلا. آفرین. ببین یه ارفاقم توش بود، میتونستم سریع بگم. دروغ نگو، داشتی گیجم میکردی. نه دیگه من سریع میتونستم بگم اشتباه گفتی. اوکی یکی طلبه، منم به ارفاق میکنم. منم به ارفاق. من چاق هستم. وای والد اینو غلط بگی. اوکی درست. تو آسانسور رابطه داشتم، شورتم قرمزه.
الان شورت قرمز الان نگاه کردم آره همین که تو پامه. این کی میگی الان نگاه کردم یعنی که داری راستی؟ خب تو چاق نیستی پوریا پوتک. مرسی عزیز دلم. بزنید زنگا رو بزنید. تو آسانسور چند طبقه بوده مگه؟ چقدر طول کشیده تو آسانسور رابطه داشتی؟ نه خب توضیح بدم لو میره. اصلا از طبقه یکم بری چل نهایت بتونی شلد کمرمند نه خب آسانسور وقتی میرسه به طبقه وای میسه. شاید دیر وقت بوده هیچکی نمیومده. آها وای ساده و تو معلوم نیست شاید هم دروغ باشه. باید تفکر کنم. من که دارم تجسم میکنم. دهنتو. هنوز 0-0 این دوره هیجان انگیز چه کی اولین اشتباهو میکنه؟ جواب ندادی. گفتم که تو چاق نیستی یعنی میگم من چاقم اشتباه است. نه خب شورتم توسیه. تو چاق نیستی پوریا پوتک. جز خانواده چاقام. تو یه ذره شکم دارم. آقا پوتکرای عزیز پوریا پوتک چاقه. چاق ندیدی انگار. بعدم به این فیتی به این فیت خفنی. وای وای من دیگه مردم. آره دیگه. تمومه. تموم شد. خر شدم. این به اون در تموم. آقا این ارفاق به اون ارفاق در دیگه خدای خوب. دمت گرم. اوکی. خوب دقت کن پوریا پوتک. یه کیسو یه لپتاپ دارم، دو تا کیس و یه لپتاپ دارم، دو تا لپتاپ و یه کیس دارم. خیلی نامردیه. یه کوچولو در جریان بوده باشی خیلی راحت اینو جواب. تو یه لپتاپ داری و دو تا کیس. خب چه کدوم دروغه؟ وای مغزم گوزید. یه بار دیگه بگو تو رو خدا. بذار من تو دفترم بنویسم. یه کیس دو تا لپتاپ خب؟ امتاریاتی گزینه یک دروغه. یه کیس داری و دو تا لپتاپ. یه کیس با دو تا لپتاپ دروغه؟ آره. آفرین. آره که چون وقتی دو تا کیس داشته باشم یه لپتاپ خب یه کیس یه لپتاپ هم درسته دیگه. از این نقطه بهش نگرنده بودم. نگرنده شده بودی نه خب یاد روز خوبی رو بوده داشته باشید. من جزوه دقت کن یکی از زیباترین بنده های خدا هست. خب هم ببین همه ی انسان ها جزو بنده های زیبای خود. یه جو یعنی این سوال عوض کنم آره؟ من 13 سال پیش با مامان یکی از دوست دخترام دوست بودم. خب کچی بیتس رو میشناسی؟ از ته دل دوستش دارم. خب میشه سوال اولمو همونو بپرسم؟ یکی از زیباترین بنده های خدا هستم. یکی از زیباترین بنده های خدا که هستی 100%. مرسی ممنون. با مامان دوست دخترت یا دوسته؟ با مامان یکی از دوست دخترام. یاده کاتگوری این سایت ها افته. ببین یه راهنمایی دارم میکنم میخوره. ببین داری گمراه هم کنی گمراه میکنم اگه بعد جواب فهمیدم. حرف نمیزنم به هم دادی. خب پرودوسر آلبوم جدیدم ها اینم بدون. دوست نبودی با مامان دوست دختره. آفرین. یس لیتس گو. اصلا به پوریا پوتک میاد همچین آدمی باشه؟ لباسشویی هم داشتن اون دوست دختره که با مامانش رو میشناختی و اینا؟ نمیشد ایران اون موقع وضع خراب بود ما نمیرفتیم خونهشون میرفتیم مثلا ویلای شمالی. دست و ایناش جایی گیر نمیکرد. نه نه دو تا خواهر و یه داداش دارم. خب من خودش مغزش پیچید تو هم. من دو تا خواهر و یه داداش دارم. خب فقط دو تا خواهر دارم. فقط دو تا مانیتور دارم. گزینه یک دروغه. دو تا خواهر و یه داداش. دو تا خواهر و یه داداش دروغه. آره تو دو تا خواهر داری و دو تا مانیتور. اولین امتیاز برای فرشاد سایلنس. من فقط دو تا خواهر دارم دروغه. یه داداشم دارم. چون تو فقط تو جریان بودی که من سوئدم و دوتا خواهرام اینجا رو فراینا پسکلی ولی یه داداش ایران دارم. بینگو یک کیش تو کار به جای سخت الان میکشونم برات. وای 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 چهره مظلوم رو میکن دلش شبیه غروب نجف آبادم. جد من مصری بودن. اولین بوسمو تو پارک انجام دادم. یه بار وسط رابطه گوزیدم. وای دوتاش هم درسته. اولین بوست که تو پارک بوده چون خودم هم دوسته بودم. نکنه تو اولین بوست تو پارک نبوده و هم بوزیدی هم جدت مصریه. نمیدونم. حد سزن زد شد. آقا تو نه تو وسط رابطه نگوزی. اه فکر کردم جدت مصری ها رو بگی ببازی. وای به هر حال یه حقیقت باور نکردنی توی اینا هست که درست درمیم و تو میخوایی تو با اون من گول بزنی ولی فلشت سایلنت گول نمیخوره. اگه تو سآله من سآل تو رو غلط جواب بدم من میبازم. من یه رگم شمالیه. اوه بدبخت شدیم. خب یه رگم اصفهانیه. من خوب. یه رگم جنوبیه. وای
من از ماموران ایلومیناتی کمک بگیرم. اوه قبول نیست، بگیریدش. تو یه رگ جنوبی دروغه. من بندر عباس به دنیا اومدم و خاک بر اون مامورا کنم. نه ولی همون نمیخوام سر به سر بزنم. درست گفتی همون اول. بابا پرامیخ. آخه من یه رگم شمالیه، یه رگم اصفهانیه، ولی بندر عباس به دنیا اومدم. ولی خب اون که دلیل نمیشه که یه رگم مال اونجا باشه. اینو من درست بگم بردم. بردی. غلط بگی میشه مساوی، میره دوباره یه سال. تیم مورد علاقه من رئال مادریده، بعد از زنم عاشق بلاحدیده. حالا توسط حفاظت اطلاعات ایران دستگیر نشدم. با آریا فیفا میزدی چی برداشته بودی؟ وای دومی ها که میدونستم از ویدیو قبلی آدمه. بعد از زنت عاشق بلاحدید. دیجی حدید یا بلاحدید؟ بلاشون. تو تیم مورد علاقت رئال مادرید نیست. باختی. تیم مورد علاقت رئال مادرید. یعنی دستگیر شدی؟ یه بار تو شهر ری. کشیده شد بازی به فینال. من تا حالا دستگیر نشدم. بدبختمون میخواد کنه. خب اولین دوست دخترم وقتی 16 سالم بود داشتم. خب من 3 تا عمو دارم. بابا قضیه رو میبری که میفهمی. گزینه 2 دروغه. 16 سالگی؟ آره. اولین دوست دختر 16 سالگی نبوده. من دستگیر شدم. پوریا پودک. اشتباه گفتم. ببین این سوالو ازت میپرسم. اگه جواب بدی جفتمون مجازات میشه. اگه جواب ندی. جواب ندی. جواب ندم که باز مساوی میشیم. ولی جفت مجازات. جفت مجازات. قبوله، قبوله. به خاطر پوتکرا و سایلنت آرمیا قبول. یکی از تیکای عصبیم قبلا این بوده. اینم میزدی؟ یعنی نمیدونم. آره اینا زدم الان اینجا میگه قبلا این بود. قبلا این بود. آره تو یکی از لاکچری ترین استخرهای اوکراین شاشیدم. کی؟ نه الکی گمرام نکن، نمیدونم. باید واسه باشه. قهرمان کاراته آسیا یه بار شدم. قهرمان کاراته آسیا شدی؟ تو یکی از لاکچری ترین استخرهای اوکراین شاشیدی. یه تیکت قبلنا این بوده. آره آره آره. خدا تو نشاشیدی تو لاکچری ترین استخرای اوکراین. شاشیدم و قهرمان کاراته هم هستم، ولی نه آسیایی، کشوری. دو بچه دیدی چه کرد پوتک؟ یعنی قبلا اینم میزدی؟ آره میزدم فجی. آره طرفدارام چون ویدیوامو تا همشو دیدن میدونن اینو میزنن، چون یه بار دیگه ویدیوام گفته بودم. خب پس من قبلی‌ها رو خب ندیدم. ببین جریمه من اینه برای تو، نمیدونم انجام میدی یا نه. موهاتو باید کوتاه کنی جوری که فقط مشکیاش بمونه. حالا اگه یه ذره کوتاه هم بشه اوکی. بعد تو ویدیوی بعدی یا دو تا بعدی کوتاه میشه پوریا پوتک. میشه اینقدر. حالا یه ذره هم بد ارفاق می‌کنم ولی باید کوتاه کنی. آره فیلمم باید بگیری یا تو ویدیوی بعدی یا بعد بعدی باید نمیذارم. چه ویدیو داد بذاری. قبول. ولی خب چون درگیر اعصاب کشیم بعدش میرم کوتاه میکنم. اوکی ولی توی یکی از ویدیو بعد بذاری دیگه. حتما دیگه. میام جلو. سلام حاصل پوریا پوتک. خب حالا مجازات من اقداری. چون تو مجازات زود گفتی من سوء استفاده میکنم و چون سایلنت آرمی ها هم الان دارن این ویدیو رو میبینن، برای بچه های عزیزی که توی کامنت ها میان و عشق به ما میورزن، برای 100 نفرشون نفری 100,000 تومان. آها این باید به صورت رندوم بدم یعنی؟ آره دیگه 100 تا 100,000 تومن میشه 10 میلیون تومن پوریا. بکنش 50 تا 200,000 تومن که حداقل 100 تومن که یارو میره مثلا یه شام میخوره تمام میشه. 50 تا 200,000 تومن. 50 تا 200,000. پس بچه کامنت ها رو بتر کنید. کامنت ها رو بتر کنید. فارسی هم خواستید بنویسید، فقط یکی دو تا حرف انگلیسی داخله حتما بذارید. بچه ها همین الان دوباره میگم یه دونه ویدیو دیگه همزمان تو کانال فرشاد است، لینکش تو پایین و کارت و همه جا هست. فرشاد جان مرسی باز اومدی، خیلی خوشحال شدم. دیگه خیلی بمبی بود. تازه یه سری سورپرایز خفن هم داریم که الان فعلا رو نمی‌کنیم. منتظر باشید. چه به زودی اعلام می‌کنیم. به زودی دقیقاً. خلاص اینکه عشقی. وای از آن روزی که بی اصل و نسب به جایی رسد. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.